بینندگان عزیز، خوشحالم که یک بار دیگر تلویزیون تفریش رو نگاه میکنید مثل هر روز و این برنامه بسیار بسیار مهم مورد توجه میلیون ها نفر در سراسر دنیا، برنامه دور دنیا در شخصی نشو میکنم فیس تو فیس. خوشتون اومد. دیدم حالت بده، حالت خوب. بیدار شو رفیق. بیدار شو واقعا که ما بیداریم. در هر صورت خوشحالم که برای فیس تو فیس دنیا میکنیم. من در کنار علیرضای عزیز برنامه رو تقدیم میکنیم خدمتون در این روزهای بحرانی در سراسر دنیا، در کنار واکسن کرونا، حالا مسئله سیاسی در امریکا که ربط داره به سراسر دنیا. واقعا قبول داری علیرضا؟ بله خیلی زیاد. بله واقعیتش هم همینه. خب چند روز پیش اعلام کردن که مراحل استیضاح برای دومین بار برای آقای ترامپ آغاز شده. جادر هموار کردن. آقای ترامپ رکورددار استیضاح در آمریکا هستند و تا حالا هیچ پرزیدنتی دوبار براش مراحل استیضاح اتفاق نیفتاده. این دومین باره برای ایشون، چه خب برای مخالفات سریع میگن خب استیضاح شد تموم شد. اونایی که طرفدار ترامپ هستن میگن نه آقا استیضاح نشده، تازه دفعه قبلی استیضاح نشده بودش که، فقط صحبتش کردن. اونایی که فهمیده هستن سرشون میشه این معنی نداره اصلا. فعلا قبول شده تا بره به مجلس سنا. همونطور که ما میدونیم، خیلی ها میدونن، ما لامکر نیستیم، یعنی وکیل این برنامه نیستیم، ولی خب خوندیم و میدونیم اگه نیدین دست مردم بالاخره نخوردیم دیدین دست مردم. در هر صورت اینو بالاخره حالا این هم در مجلس سنا نون دیگه بعد عرض کنم خدمتتون که دستمون خط نزن علیرضا، عرض کنم خدمتتون که خب میره مجلس سنا. به احتمال زیاد در مقاله که من خوندم آنالیزه به این صورت بود که این میره به زمانی که آقای بایدن میاد توی کاخ سفید، همچنان ادامه پیدا میکنه، شاید 2-3-4 ماه دیگه بالاخره بتونن محکوم بکنن با این ایمپیچمنت یا استیضاح. مطمئنن هم میتونن محکوم کنن این دفعه، به خاطر نه به خاطر دلیل چیزی، به خاطر که رأی هایی که تو سنا میارن چون تعداد دموکرات ها در سنا بیشتره و خود به خود چند تا از ریپابلیکن ها هم همچین دل خوشی از آقای ترامپ ندارن، این امکان خیلی زیاد هست. نه نیست علیرضا جان. یه حدسی میزنم، فکر میکنم بستگی داره به شلوغی ها که در روز 20 ژانویه اتفاق میفته. اگر من فکر کنم من اینا قید اون مسئله رو هم زدن، میدونی چرا؟ چون با این کارشون الان خیلی از ریپابلیکن ها یا به قول معروف ترامپیکن ها مخالفت زیادی با این مسئله پیدا کردن. آره دارن. و من فکر کنم اتفاقا این یک جورایی بنزین روی آتش اونها ریختن بود. آره، ولی اگر 20 ژانویه روز تحریف به آقای بایدن ای یا قسم خوردن یا ایناگوریشن اتفاقی نیفته، یه در بعد آرومتر باشه، یه مقدار دادگاه مجرم شناختن آقای ترامپ بعدن با این پیشمندی که شده میتونه ساده تر بشه، شاید به نفع آقای ترامپ بشه. بس که داره چرا شروع میشه و حدش هم میزنن. حالا من مطمئن نیستم. شما فکر میکنید در روز تحریف شروع خواهد شد؟ نمیشه. نه. من فکر کنم زمانی که آمریکا میخواد یه مسئله رو جلوگیری ازش بکنه، بیشتر اون مسئله رو پروموتش میکنه و بیشتر اون مسئله رو توش هیزومش رو بیشتر میکنن. به خاطر همین ما در مسائل مختلف دیدیم که وقتی این اتفاق افتادش و وقتی این مسئله شده، نگاهش رو فهم کنه، به خصوص که الان داریم نگاه میکنیم که تمام این واشنگتن آماده است. از اون طرف آقای بایدن نقش سوپرمن داره بازی میکنه، میگه من آماده هستم که در فضای باز با من این قسمم رو بخورم،
بعد خب میدونن ایشون که به خاطر مسائل کرونا اون جمعیت نمیتونن حضور پیدا کنن در اصلا گفتن مراسم. همه شهردار واشنگتن دی سی گفته همه از طریق خونه، از طریق دیجیتالی نگاه بکنه، از توی تلویزیون خود نگاه کنه، کسی به محلی که این مراسم داره انجام میشه نیاد و متفاوت خواهد بود 100%. و همینطور شخصیت های مهم رو هم بهشون گفتن هر کسی که دعوت میشه فقط باز دوباره خیلی لیمیتد دعوت خواهد شد و هر کسی به اضافه همسرش میتونه شرکت کنه، همسر خودش شاید. آره اونجا عوض کنم نه دیگه به همسرش دیگه، منظورم همین بود، 100%. منظورم همین بود. خب منتظر میمونیم ببینیم که چه خبر خواهد شد، گزارش ها رو خواهید شنید، ما نباید برسونیم بهتون در برنامه بعد، خواهید دید که چه اتفاقی میفته. امیدوارم همیشه خوب باشه، برای که به نفع دنیام هست. اگر یه داستانی از متاسفانه آقای ترامپ یا هوادار بسیار سرسخت داره یا دشمن بسیار سرسخت داره. نگاه میکنیم که چطور امکان داره در دورانی که بالاترین مدال افتخار از دست پرزیدنت دریافت کردنه، یکی از مطرح‌ترین مربیان تیم فوتبال آمریکا که از اون طرف صاحب این تیم، یکی از دوستان آقای ترامپه، صاحب این تیم، یکی از کسانی که سرمایه گذاری کرد در دوره که آقای ترامپ هستن، مربی خیلی پر افتخاری هم هست. بله آقای کرافت، کرافت که همه باش آشنایی دارن، با پنیر کرافت همه آشنایی دارن. کرافت در یک دوره نچندان دور تو در سرم افتاد، درسته. ولی خب کرافت شروع کرد با ترامپ رو حمایت کردن، ترامپ رو دعوت کردن به بازی ها. تیمی هم که داری صحبت میکنی بگی دوستان بدونن، تیمش نیو انگلند پیتریتس هست و مربیشون آقای بیل بلچک. بله. البته امسال حالش خوب نیست، برای اینکه تیمشون اصلا خوب ظاهر نشد. ولی ایشون مخالفت کرد، گفت من در نمیرم این مدال افتخار رو نمیخوام، و مدال افتخاری که آقای ترامپ بهش پیشنهاد کرده بود که بیاد مدال افتخار رو دریافت کنه، ایشون رد کرد. تا حالا اتفاق نیفتاده همچین مسئله‌ای. میترسه مثل آقای افتخاری بشه. شاید، و موافقم با این حرف. نه تو امریکا ببینید، تو امریکا ما داریم نگاه میکنیم که نزدیک 70 خورده میلیون نفر به ترامپ رأی دادن. درسته. و 81.2 میلیون هم به آقای بایدن رأی دادن. خب اونطوری نیست که دیگه واقعا مورد تنفر قرار بگیره. نه ولی یادت باشه میکروفون، یا با گفته جمله معروفی که همیشه میگم، اون نسل بیدار طرفداران آقای بایدن هستن. میکروفون دست طرفداران آقای بایدنه. یادمون باشه رسانه ها، ستاره ها، همه اینها طرفدار بایدن هستن. اون مردم هستن که روزنامه رو میخونن، تلویزیون رو نگاه میکنن. ولی شما نگاه کنید دیگه، ببینید نوع برخورد سی ان ان، نوع برخورد اکثر شبکه های آمریکا آقای ترامپ به نظر من بسیار زشت. خب شبکه‌های آمریکا همه لیبرال هستن، بسیار زشت. ترجمه لیبرال خیلی خوبه تو دیکشنری. آره. نگاه میکنید. آره. ولی اون معنی رو نمیده اینجا. ولی بهتون بگم یک رئیس جمهور آمریکا که آقای ترامپ هستن، خب اینا برای خودش تو فکر میکنه، میگه بابا به من کلک زده شد، تقلب شد، یک مقدار رأیای من دزدیده شد. خب این حقم داره دیگه، این صحبت رو میکنه. ولی خب دیگه به قول معروف ایناف از ایناف دیگه، بسه. همین اتفاق برای خود آقای ترامپ و خانم هیلری کلینتون افتاد. ماها و ماها و ماها عنوان کردن که روسیه در این مسئله دست داشته. البته این قبل از انتخابات بود و بعد از انتخاب صحبت میشد که تموم شده بود اصلا. ولی اگه بخوام نگاه کنیم، آقای جورج بوش پسر و آقای الگور 30 خورده روز تو فلوریدا گیر کردن. بله. تا به سوپریم کورت امریکا رفت. در صورت امیدوارم که همه چی خوب باشه و این اتفاقات خوبی که میفته سراسر دنیا هم تاثیرگذار خواهد شد. و اون طرف مردم ما در ایران امیدوارم که به واکسن که میخوام برسم. امیدوارم. برای که امریکا ببینید، اولا بهتون بگم که آقای امیر قاسمی، تمام امریکا هنوز به اون صورت اداره زدن و واکسن درست رو دستاش نگرفته. هنوز نیست. اینم فقط به دلیل اینکه این واکسنی نیست که همینطور بزنن تو گنجونجا بشینه یا روی جایی نگه دارن بعدا خواستن بزنن. بعد یه مقرراتی داره از نظر بهداشتی و حرارت و خیلی مسائل دیگر، بزنه در دو نوبت باید زده بشه. اینها همه مسائله، ولی اینکه چگونه بزنن، چقدر دوست آماده دارن یا ندارن. ولی این که
وای شما یادم افتاد. چی بود؟ ببین نمیدین شما ویدا که اومد دو ایر اعلام کرد، حسین مجید از اون طرف پیرنش رو باز کرد، سوپرمن رو زیر پیرنش نشون داد که نمیدونم که آقا ما داریم میریم واکسن بزنیم، یک ایمیل اومده اینو پرش کنید بفرستید واسه منم فرستادم آقا اینو پر کن سریع بفرست. من نگاه کردم و گفتم آقا بذار اینا برم بزنم ببینیم چیه داستان. خلاصه روزی که قرار بوده همه برن همه قرار بود هم بریم، زنگ زده آقا ما داریم میام برای واکسن اسم ثبت نام کردید غلط کردید غلط کردید این مال کارمندای کمپانی ما شرکت با شما قرار نمیدید که این دکترا گفت یعنی چی؟ گفت پس چی؟ گفت ما مثلا فرستاده گفت کی مثلا فرستاده گفت یه نفر فرستاده گفت داشتش خوند یه دکتری از اون بیمارستان به اون بزرگی برای ما فرستاد و چند تا از همکاران دیگر میمونم اینجا. بعد برای من هنوز شک داشتم، هی زنگ میزدم نمیستم باشون صحبت کنم، بالاخره پیداشون کردم گفتم که ما بخواییم بیاییم فردا بخواییم یک بوده یعنیش بخواییم چه جسته میمادن چه اصلا باید شما نیست چرا تو نرفتی ثبت نام کنی؟ آقا من که میشه آدم اینقدر بیخیال باشه نرفتی ثبت نام کنی؟ خدا در از صورت ببینید نخند خواهش میکنم، این کار رو ما میکنیم که شماها نجات پیدا کنید. دست تو ما این کارا رو میکنیم که شما نجات پیدا کنید و شما بیخیال نشستید، ما همه زجرها رو ما باید بکشیم و چند نفر دیگر از همین تلویزیون تپش که صبح زود من زنگ زدم بهشون هشدار دادم بیرون در نیایید. خدا درست دو ساعت راه داشتن، یک ساعت راه داشتن، با هزار بدبختی به دو جایی بودم تکون نخوره اجاتون بیرون نرید نرید اشتباه شد. خودتا ما اتوبوس گرفتیم، مادر پدر عمه خاله همه تو اتوبوس هم داریم بیریم، خودم نمیخواد نرید نرید اشتباه شد. مثل اون داستان شد در این زد دفعه قبل تعریف کردیم که همه داشتم میرفتم بیمارستان حاج مهدی رو ببینن تو بیمارستان بود از دهکده کوچیک. خب بالاخره گفتن که نریم بابا بیمارستان، چرا بالاخره این سکته کرده و گفتن نه باید بریم امکان داره مثلا تموم کنه. یه اتوبوس گرفتن 15 نفر پول دادم به راننده اتوبوس همه سوار شدن، داشتم می‌خواستن راننده اتوبوس گفت من نمیرم، گفتن چرا نمیری؟ گفت یه نفر خالی صندلی، من صندلی خالی نمیرم به ضررم میشه. گفتن یعنی چی ضررت میشه؟ آخه برو این هم ما پول داد. گفت من نمیرم، یا بعد این مثلا پول این 50000 تومان پول این صندلی رو من بدین یا اینکه یه نفر بعد بیاد. یه دفعه دیدن گفت ای صبر کنید یه نفر داره میاد، همه نگاهش کردن او سوار نکن اسمش باقره. گفت چرا؟ گفت این خیلی آدم بدیومنیه، اصلا هر جا میاد کار خراب میکنه. گفت آقا یعنی چی خرافات برسن دور، این الان میاد سوار میشه 16 نفر میشه من راحت میرم. گفت آقا نکن این کارت خراب میکنه ها. گفت نه آقا خراب میکنه اینا خرافاته. در واس که آقا بفرمایید. گفت شما میخواین بیام بیمارستان؟ گفت نه فقط اومدم بگم یا حاج گفتم حاج آقا چی بود اسمش مثلا حاج حسن فوت کرد نرین گفت نرین همین یادی شده یارو برای 51 صندلی منتظر بود 15 نفر از دست داد. یه گفت این کار خراب میکنه. اومد گفت الان من فهمیدم حاج آقا فوت کردن نمیخواد دارید بیمارستان. ما ادامه میدیم. هفته گذشته علیزاده یا در برنامه نوروز برنامه یلدا و کریسمس برنامه که ما داشتیم چند تا آهنگ پخش کردیم. آهنگایی که برای مردم خاطر انگیز بود تو فیلم‌ها، آهنگای مخصوص فیلم‌های به خصوص رو پخش کردیم. درسته. و اونم خیلی مورد توجه قرار گرفت. با پیغامایی که من گرفتم و دوستان عزیز خیلی به ابراز علاقه کردن، امروز هم دو تا آهنگ معروف که به یاد ماندنیه با یه ارکستر بزرگ اون خواهند زد. یکیش آهنگ فیلم های اولی یا فیلم های یکیشون بگیم اول بعد بریم سال دومیش دیگه. آره. اول یکیشون بگیم. آره اولیش که میخواییم ببینین سال 1977 وقتی من میامدم امریکا در هواپیما این فیلم راکی رو دیدم. آها. که جایزه اسکارم برنده شده بود. بله. بعد اومده امریکا فیلم های راکی شروع شد. خب اولش خیلی عالی بود، دومش هم بد نبود، بعد یواش یواش دیگه خسته کننده شد. ولی آهنگش بسیار بسیار معروف بود. بله. چه خاطری داری از این فیلم؟ خیلی زیاد. این فیلم رو من یادم نمیده هیچ وقت، سنم خیلی کم بود، پدرم برای من کارت داوران جشنواره رو گرفته بود، جشنواره بین‌المللی فیلم تهران.
بعد تو سینمای دیاموند که فکر کنم امروز شده سینمای فرهنگ اگر اشتباه نکنم، تو سینمای اونجا شهید فرهنگ؟ نه فرهنگ. آره فرهنگ داریم، اسلام داریم. این ولی سینمای فرهنگ، این سینمای دیاموند بود که سینمای داوران بود و من کارت داوران داشتم. با پارتی بازی رفتی؟ آره 13 سالم بیشتر نبود. چه کارت داور برای چی داشتی؟ چی بتونم من فیلم ها رو ببینم. چقدر بیهوده، خیلی بیهوده. آره از من همیشه اون چند روزی که این سینما فیلم ها رو نشون میدادن سانس به سانس فیلم عوض میشد دیگه. من از اولین سانس میرفتم تو سینما درد میامده نه دیگه، فیلم پشت فیلم نگاه میکردم. همه زبان های مختلف، فیلم های مختلف. و این فیلم رو در فستیوال همون فیلم تهران دیدم. پرواز بر آشیانه فاخترم هم نگاه کردی؟ اونم نگاه کردم همون سال. بله. و همینطور فیلم دیگری که در اون یادم اگر اشتباه نکنم یا اون سال بود یا سال دیگه بود، فیلم سوت دلان رو همون سوت دلان به روز و سوقی. آره الان داریم صحبت کنیم یادش بخیر. توی سینما نشسته بودم، بعد سعید راد و نوشافرین اومدن، هر داداشون از این کتای سربازی پوشیده بودن که مد بودش اون زمان، از این کت چریکی ها از اینا پوشیده بودن، اومدن تو سینما، بعد دیدمشون. خب نه اون موقع با سعید دوست بودم نه با نوشی دوست بودم. خب این پسر 13 ساله اونجا رفته بودم، همه اینا دیدم، سنشون بالا بود، زیاد بوده آخر. آره مسعود اسدالله‌ای رو دیدم، باز مسعود عزیز رو دیدم که بعداً با هم دیگه با همه اینا تک تک کار کردم. عجیبه. آره بعد خلاصه این فیلم رو اونجا دیدم و برام خیلی جالب بود، بیش از اندازه فیلم بدارم چسبید. فقط تنها چیزی ناراحت بودم آخر فیلم بود، چون همش امیدوار بودم که راکی برنده میشه و راکی قهرمان میشه و این جذابیت این فیلم بود بلنسان. چون همیشه این قهرمان پرست نبود این فیلم. آره اولیش نه نبود، برای همه من همش تو امیده بودم که راکی برنده میشه و خب وقتی این فیلم رو دیدم برام جذاب بود. وقتی اومدم به آمریکا راکی دو بعد دیگه راکی دو رو دیدم. بله برای این آهنگ، آهنگ آی آف تایگر مال راکی دو بود. راکی دو بود آی آف تایگر با گروه سوروایور. بله خیلی عالی بود، اصلا باور نکردنی بود اون آهنگ. بعد برای واقعا صحنه عاشقانه، صحنه عاشقانه ای که وقتی ولی تو دیدی درباره آهنگ راکی صحبت. نه من دارم میگم راکی اصلیه دارم صحبت میکنم، ولی بله برای اینه دارم صحبت میکنم. ولی Eye of the Tiger آهنگی بود که راکی دو تو راکی دو خوندن. درسته. بله. هنرمندی خوبی انتخاب کردن برای این فیلم. خودش انتخاب کرد. بله میگم خوب بود، یعنی انتخاب خیلی خوب بود. میدونی که یکی از مثلا مطمئنا خیلی ها میدونن این مثلا رو، این سناریو رو نوشت و استودیو میخواستن ازش بخرن. گفت من سناریو رو نمیفروشم، من به شرطی سناریو رو میدم که خودم بازیش کنم. و خب چون میدونی که استالون از بچگی صورتش حالت سکته صورت داشت، متوجه استروک صورت داشت، برای این صحبت کردن براش راحت نبود. با تمام تفاصیل قبول کردن که این بیاد بازیش بکنه، خودش نویسندش بود، یکی از تهیه کننده ها باشه و جان اولسون آوردن به عنوان کارگردان. البته کاستینگ دایرکتور خیلی چیز حرف بزرگی میزنه تو انتخاب هنرمندها، خیلی کاستینگ دایرکتور. ولی اینجا خود استالون خودش تقریبا دیگه نویسنده بود و تهیه کننده بود، در صورت تصمیم رو گرفت و تصمیم خیلی خوبی بود. و چند تا راکی داشتیم؟ 5 تا واقعیه، ولی باز دوباره راکی 6 و راکی 7 رو هم ما تجربه کردیم. در واقع یکی نام راکی بلبوا و دورش که بعدم دو سری فیلم های کرید اومد بیرون، کرید 1 و کرید 2. بسیار عالی. این از این یک آهنگ دیگه براتون داریم، جایی نرید، ادامه بدید، گوش کنید به حرفای ما، به این برنامه بعد بازم نگاه میکنیم. خب اولا یه مسئله بگم، در این زمانی که خیلی ها مریض میشن متاسفانه، بازم ما داریم میگیم مثلا دیگه گفتن نداره که مواظب باشید دستتون رو بشورید. ببینید فقط ما این کار رو انجام بدیم بازم خیلی سخته ها. یه دی که این ویروسی گرفتن میگه ما همه کار رو درست انجام دادیم. نینا نایبی دوست خیلی خوبمون، مربی خیلی خوب به من میگفتش که من همه کار رو انجام دادم
جمعه شب همه حالم خوب بود، اومدم خونه، صبح بلند شدم میگم یه کامیون زده بهم، خوشبختانه رد کرد و بهبود پیدا کرد. و خیلی هم مثل یکی از جراحان خیلی خیلی خوب بیبلی هیلز ایرانی، دکتر سیمونی، بله بله، که 50 سال، بله، ورزشکار، بله، اصلا هر چی بگی کم گفته. اگه به سایت اینستاگرامش رجوع کنیم میبینی چقدر آدم هنرمندی بوده. بله. خلبان بود، یک شعبده باز خیلی ماهر بود، دستای خیلی خوبی مطمئنن داشت برای عمل جراحی، معروف بود، خیلی خدمتکار بود، خیلی آدم واقعا بخشنده بود، نیکوکار بود، هر چی که فکر کنیم بود این شخص، و خیلی مورد علاقه خیلی ها بود. متاسفانه علیرضا اون که خبر داری چه اتفاقی افتاد؟ ایشون بیماری کرونا گرفت. چون یکی از کسایی که بهش اومده بودش، نمیتونم قبول کنم چرا این خبر بود. آره منم شنیدم، ولی تو عمل جراحی نمیتونم چه اتفاقی بیفته، چون من اینا چک کردم اتفاقا از یه دکتری در آمریکا، به هیچ عنوان برای هیچ عمل جراحی تا شما تست نشید الان شما رو تو اتاق جراحی نمیبرن، مگر سکته قلبی به صورت امرجنسی یا انفاکتوس داشته باشی. ببینید در اینجا خیلی فرق میکنه، دکترهای زیبایی در امریکا بیمارستان نمیبرن پیشنهاشون، خودشون در کلینیک جراحی مخصوص خودشون انجام میدن، یعنی همیشه زیر دست خودشون. تمام. اگر ایران نکردن دیگه خیلی اشتباه، چون تیمزری که قبول داره. آره، چون یکی از مشکلات بزرگی که این مسئله بود، پس اینی که اگه شما گفتید درسته، میشه تو خودشون پروتکل رو انجام ندادن. بله. ولی پروتکل امروزی بیمارستان اینه که هر عمل جراحی باید تست کرونا قبلش بشه. خب اگر ایشون نکرده و اون مریض کرونا داشته و به ایشون منتقل کرده، دیگه اینطور که TMZ این شبکه خیلی فضول، خیلی فضوله، خیلی معروف که شما هم قبولش دارید، گفت این کسی گرفته تا نمیگه مریض نبودند، که مشتری هم نمیشه گفت، کسی گرفته مشتری دیگه، مشتری بودن برای عمل زیبایی رفته بودن، مثبت بوده، آدم مثبتی بوده ها، ولی اون مثبت اون داره میگه مثبت بوده و در یک زمانی عطسه میکنه، فکر میکنم عطسه میکنه یا سرفه میکنه، ببینم خیلی نزدیک بوده اونجا که کسی چیزی نمیدونسته، بعد ایشون در خونه قرنطینه میکنه خودشو، ولی بالاخره ریه‌هاش طاقت نمیاره، بیمارستان منتقل میشه و این اتفاق بعد میفته و جمعه چند روز پیش میبرنش تو ایندوز کما. بله. و بعد از چند روز هم دیگه از دنیا میره. برای تو ایندوز کما میبرن، یعنی دیگه کما رو بهش وارد میکنن. بله. که فشار زیاد به ریه‌هاش نیاد، متاسفانه دیگه بعدم که دیگه سکته میکنن و عدویم در سن 50 ساله که خیلی متاسفانه. اصلا همه تو لس آنجلس تو شوک قرار گرفتن، حتی در ایران خیلی ها این دکتر رو نه که رفته باشن پیشش رو دنبال میکردن. ما باهاش تو خود تپش هم ایشون مهمون برنامه بودن و برنامه اجرا کردن. بله. در خود تپش هم ایشون بعدش مهمون برنامه بود و برنامه اجرا کردش، زهرا سروش ایشون رو معرفی کرده تو برنامه چند سال پیش بود؟ ایشون بودن 6 سال پیش 7 سال پیش. بعد اون زمان واسه 9-2-1 هم کار میکردیشون. آره، چون دکتر در برنامه تلویزیون امریکایی همون که شما میگین در صورت خیلی متاسفم این اتفاق میده. حالا منظور من چی بود علیرضا؟ ما بارها صحبت کردیم، من یه پستی در سوشال میدیا دیدم که یه نفر ماسک زده که میشناسمه، شما میشناسی احتیاج نیست بگم، فقط میبخشه اگه خودت هم داری نگاه میکنی، این یک بحث خیلی خوبیه برای بقیه. دیدم که مشخص نبود ایشون با حالت خیلی خیلی مریض گونه صحبت میکردن، صداشون به سختی در میومد بیرون و شما بعد اون بالا هم هیچی ننوشته که چرا من کجام برای چی رفتم. درسته؟ خب بعد مردم هم همینطور دوستاش میگن امیدوارم به زودی بهبود پیدا کنه، ادوی بهبود. من چون ایشونو میشناختم نگاه کردم میرم چی در متوجه نشدم چه خبره. اولی حرفی که همه میزنن که ویروس کرونا رو گرفت، همین حرفی که من زدم دیگه، برای چی آخر چی شد آخرش؟ حالا دارم میخوام بگم صبر کن. بعد چه بچه شلوغی. بعد وقت دو روز بعد درست
دو روز بعد من در یک فروشگاهی رفتم برای یه چیز رو بخرم، دیدم ایشون داره لایو از اونجا برنامه اجرا میکنه برای بیرون. نگاش کردم گفتم شما خودتی؟ گفتم گفتم این جریان چی بود؟ گفتم اون هیچ چی نبود، اون من یه سکسکم گرفته بود رفته بودم بیمارستان. گفتم اونم برای سکسکم میره بیمارستان مگه؟ به اضافه خب ما همه وری شما بودم، شما هیچ هم نمیگفتی. گفت نه اونجا نوشته بودم. در صورت منظورم اینه که نکنید این کارا رو. اصلا چرا ما باید از مریضی خودمون یه فیلم بذاریم در در دیگه؟ شما تقصیر شما هست که این چرا شبکه‌های اجتماعی رو مالی دوستان رو دنبال میکنید. برمیگردم عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش در ادامه منظورم اینه که ما سوشال میدیا جزوی از زندگی ما هست. ببینید یه چیزی رو بگم، ما متاسفانه مثل تلویزیون خودمون میمونه، تلویزیون های ایرانی. روز اولی که تلویزیون ایرانی اومد و این ارتباط برقرار شد، فرهنگ این کارو خیلی ها یاد نگرفته بودن. طرف خرج میکرد، هزینه میکرد، وقت میذاشت، خود زن میذاشت که مثلا به فلان مجری خانم فلان تلویزیون یه مطلقی بگه، یا به چی؟ این مال فرهنگه. ببینید باید اول شما یه فرهنگی رو داشته باشی بعد بتونی ازش بهره ببری و استفاده بکنی. من اینو واسهتون میگم در رابطه با بعضی از دوستان هنرمند من به خصوص در این کشور. متاسفانه من خجالت میکشم بعضی وقتا وقتی صفحه های اینا رو نگاه میکنم. توی برنامه دیگه من این مسئله رو عنوان کردم حسین جون. من همیشه هم اینو گفتم، من نه طرفدار راستم، نه طرفدار چپم، نه دموکرات، نه جمهوری خواه، نه مخالف در همیشه صحبت کردن در موردش هیچ فرق برای من نمیکنه. من عادت دنبال آدم خوب میگردم، کسی که پیدا کردی، کسی که درست باشه. هنوزم مشکل خیلی سخته. آره داری تو بیانه همه پیغمبرا به جزوینی رو بتونم خود اشاره یه روز من ببرم تو رو گردش علمی قزوین. آره برای داستان نگاه کنید که طرف میاد حسین میاد یک حرفای زشتی در رابطه با ترامپ، در رابطه با سیاست آمریکا، در رابطه با بایدن یک حرفای زشت اینا باور کنه خوشو گفت اینا، حرفای زشتری به آدمایی که طرفدار اون شخص هستن. مثلا من تعجب میکنم از بعضی از این دوستان و خجالت آوره، واقعا خجالت آوره واسه جامعه ما، به خاطر که ما یاد نگرفتیم. ما آزادی رو هم بلد نشدیم چطوری. علی رضا صحبت ما میکنیم اینجا یا در رادیو صحبت میکنیم یا اینجا صحبت میکنیم، بعد میریم یه عکسی از من شما هست در روز ای آقای مجید نمیدونستن شما به ترامپ رای دادین، آخه چرا به اون رای دادین؟ یا میدونستن چرا به بایدن رای دادین؟ آخه چرا باید اینطوری باشه؟ چرا همه باید با تفکر به فکر شما جلو برن؟ من چیزی که میدونم این استش، خیلی ها در خارج از ایران یا خیلی شاید هم در داخل ایران خیلی چشمشون به بعضی از این دوستان در خارج از ایران هستش، اونایی که در ایران زندگی میکنن و اینکه اینها میتونن تغییر به وجود بیارن. یه عده‌ای هم تو آمریکا هستن که از باز دوباره تو همین فکر هستن که اینها اگر بودن، ولی یه چیزی بگم، تا فرهنگ ما درست نشه حسین جون همه این همن، فقط لباساشون فرق میکنه، یه سیشون کروات میزنن، یه سیشون یه قصه سانتی میشن، کروات هم نوعان فرق میکنه. آره. دیگه نوع ارزش و قیمت و اینا ولی یه سری لباساشون اینطوری هست، فرقی نمیکنه، فرهنگی باید درست باشه. علی رضا باور کن من خجالت میکشم از بعضی از دوستانی که تری که میشناسم، کسانی که نمیشناسم در سوشال میدیا میبینم چه جملات رکیکی استفاده میکنن نسبت به پرزیدنت امریکا، نسبت به کاندیدای ریاست جمهوری، اصلا باور نکردنی. این الفاظ، این چیزهایی که استفاده میکنن، این لغتهایی که استفاده میکنن اصلا برای من قابل هضم نیستش. اول از همه خواهش من از همه هموطنان داخل کشور اینه که اینایی که در خارج از کشور هستن با احترام، اکثر اینها به هیچ عنوان به اینها دل
نبندید، به اینها دل نبندید، چون متاسفانه فرق نمی کنه. چی می گفتن؟ همون این همون اونه، فقط چیزش عوض شده، حالا نشه عوض شده. آره فرقی نمی کنه. نمیدونم اون حیبونه رو من نمیدونم. آره آره، ولی کلن اینو واسه تون بگم، فرقی نمی کنه. امیدوارم هر کسی که مردم میخوان آدمی باشه که به آزادی، به برادری، به برابری فکر بکنه. به خدا اصلا تو رو خدا نکنه اصلا باور نکردنیه. خیلی بدن. من با خیلی بد، خیلی بد. اصلا نظره که مثلا شما رو آدم بلاک بکنه یا اصلا پاک بکنه. من تو فکر نیستم که مثلا اینا بخوام برگردن مثلا میگن آقا ما میتونیم بریم ایران رو درست کنیم. نمیتونه. نه اینا اصلا نمیتونه. شما کسایی که با این تفکر اینجا دارن صحبت میکنم، باور کن در مورد اتفاقات ایران یک کلمه حاضر نیستم حرف بزنم. یه خواننده ای رو دیدم، بهش دیدم اش گفتم یه روز اگه تو بشی داریوش روز دو نفر آدم اعدام میکنی. به خدا، چون مثلا خیلی از فلان ایراد میگیرن، مشکل مثلا خود از داریوش هم بعضی ایراد بگیرن از نمیدونم. ولی ببین یه جایگاه دیگه، ولی یه جایگاه اونجا برسی، یه جایگاه برسی دیگه داروشی نمیشه ایراد گرفت. ایراد هم بگیری اصلا از اون نمیگرفتی. میگم داشته باشم اگر تو موقعیت اونو داشته باشی دو نفر باید رو اعدام بکنیم. باور کن چون هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. بعضی از دوستان من اینجوریه، کسانی مثل داروشی دیگه اصلا ما حرفی در موردش نمیتونیم بزنیم. اصلا کلا داروشه دیگه. دیگه شما خیلی خیلی ما هنرمندای خیلی زیادی داری. بعد ولی بعضی هست که هنوز هیچ اتفاقی تو زندگیشون نیفتاده این به این واقعیت. اون وقت یه همینطوری میان تو بدون اینکه اصلا بدونن چه خبره تو سوشال میدیا. مثلا اون مثالی که میگن من به ادگاو و کرولاغ اینا خیلی خوشم میاد. واقعا حیوانات باور کننده، باور نکردنی نجیبی هستن. ولی چرا میگن یه نفر مثل گاو سرش انداخت اومد تو؟ این چی؟ یعنی چی عریضه؟ خب یعنی که خب گاف هر چه در باز باشه میره تو دیگه. طبیعتا رو چه دیره بده میکنه دیگه. مثل گاف سرش انداخت، یا مثل گاف سرش انداخت رب بیرون، میگن اون یارو مثل خرس اونجا نشسته بود، یا مثل خرس غذا. واقعا ما چقدر حیوان دوستیم، واقعا خیلی حیوان دوستیم ما. خدا ولی طرف محل خودشو که طویله نمیبینه. آره. میگه یعنی گاوا هر چه در باز باشه سرش رو میندازه. من فهمیدم کدوم حیوان تو جدی، فهمیدم کدوم حیوان تو دنیا مرض قند داره. چه حیوانی؟ بزبز قندی. ببخشیدم. خیلی دوستم. معذرت میخوام، ولی برای اینکه معذرت بخوام از شما معذرت میخوام با این جوکای بیمزه که صحبت میشه در موردش. ولی علیرضا آدمی موقعی فکر میکنه تو کالچر ما یه نفس سنش یه ذره میرفت بالا، میکنه آقا شما برای چی میخوای بری؟ شما چرا میرخصی؟ شما اصلا قرار نیست با ما بیای؟ شما چرا اومدی تو جوونا؟ شما چرا رفتی اونجا؟ برای که سنش یه نفر بالا رفته. این دیگه تا رو خدا این کار رو بذارین کنار دیگه. اصلا من موافقم. موافقی؟ آله. یعنی چی؟ من موافقی نستم که هر کاری سن میداره. اونو میدونم، اونو متوجه میشم، ولی اون چیزی که ما میگفتیم که یه نفر مسن اصلا کلا محروم بود از همه چیز کار نمیتونه انجام بده. آره تموم شد. آره و اون که همیشه مثالی که داره میزنی که لام از سپیر نشه چی بوده؟ پیر نشه لعنتی. آره پیر نشه لعنتی. حالا ما نگاه کنیم و ببینیم که یه خانم اونجا هست که نشون میده که یه خانم واقعا سن اصلا مهدتی تمام اونایی که دور و برش هست شکست میده با رقص. خب آره ولی ببینید مثلا من مثلا کنسرت ها رو نگاه میکنم، گاهی وقتا به بچه ها میگم مثلا طرف سنی داره ازش اینقدر بالا پایین جلوی صحنه میپره، چون مثلا من میگم آقا شما سن شما واسه این کار ساخته نشده. چون خودم رو یادم میاد زمانی که ما سنمون کم بود مثلا 18 19 اینا میرفتیم و اینا که بالا پای میپریدن گفتیم آقا اینا چی چیه مسخره بازی خودشون در میاره. اون که خیلی کی بوده اون موقع تو رو دیده بودم اتفاقا اون موقع ما بچه بودیم تو رو میدیدیم با این سنش کار آنم باید تلافی کنه. یعنی اون درسی که تو دانشگاه ما خوندیم که تلافی نکنین جور آنتن رو اجرا نمی کنه. نه من موافق چیز نیستم.
من علی وارانه رو عمل میکنم. بابا اتکس ان تلویزیون علی وارانه رو عمل میکنم. آره. نه من با کنه. من با سخنان عیسی مسیح زیاد رابطه نداشتم. این صورت رو بگی اون صورت هم بگی. من ثبت میکنم. موقعیت شد اون رو تلافی میکنم. این آنن مثل برق با تلافی کنم. خب نظری رضا تو رو خدا. خب در هر صورت اینو تا حالا ما اینو نشون دادیم بدن که خب ما ولی به حرف عریضا رو قبول دارم بعد موقع سن میگه به ما چه کاری باید انجام بدیم چه کاری باید نه انجام بدیم اینا خیلی مهمه. و اگه من چند روز پیش به یکی دوستان گفتم داشتم گفتم چه خیلی وقت اسکی نرفتم و خیلی دوستم یه اسکی برم خب توی کالیفرنیا تو اسکی تابستون شد کالیفرنیا اسکی نمیشه رفت مگر اینکه که برید مرز نوادا برید تاهو اونا تو کالیفرنیا اسکی رو بستن پیستای اسکی الان میگی نمیشه کتی میشه ولی الان بعد اینکه اسکو تو الان بری اسکی مشکلی نیستش وحشتی نداری از لحاظ اسکی یه وقت اینا اصلا چه باید رو دوشته باشن قبل از که بری بذار من دنبال یه نفر بگردم برای فیس تو فیس برای بیمه اون بهتره داری برای فیس تو فیس یه بیمه عمرم رود بگیریم بعد برو هر کاری خواسته بکنی بکن باشه اون همشه همسر شیر بله سانی بونو بله سانی بونو سانی بونو هم اسکی میکرد یه دفعه رفت یه درخت دیگه من نمیدونم چطور میتونه تو درخت فکر کنم یه ذره حالش خوش نبوده حالش خوب نبوده آره چون اون با اون سرعت شما فکر کن حساب کن داری تو سرعت درخت اونجا چیکار میگرده نه پیست اسکی از این ور تا اون ور خالی یه درخت اونجا بوده رفته اونجا مثل همون طرف بودش که میگفت ماشین ماشین آره گفت من رفته این همه برای کردن این ور واسه همین اینم همین یه دونه درخت بوده پیست اسکی بزرگی آره درخت میدونی درخت آره. همیشه محله‌ای هست که برف نکوبیده است دیگه برف اونجا رو نمیکوبن که بله بابا این ببین چقدر از دور شده بود که رفته جنگل جالبه برای کسی که اسکی میکنن و اسکی نمیکنن یا با اسکی آشنایی ندارن شما اگر بخواید اسکی معمولی انجام بدی اسکی در روی برف کوبیده باید اتفاق بیفته روی برف نکوبیده سیستم اسکی میشه اسکی کرد ولی سیستم اسکی کردن روی برف نکوبیده واسه اینجا درست برخلاف سیستم اسکی که روی برف کوبیده است چون در برف کوبیده به ما یاد میدن که باید فشار به جلوی پا قرار بگیره به جلو باید فشار داده بشه در اسکی برف نکوبیده فشار به عقبه پس ایشون اگر که تو برف نکوبیده که درخت ها هستن اونجا حرکت کنه با فشار به جلو اصلا اسکی نمیره باید فشار بکشی عقب که چوب اسکی سرش بیاد بالا تا زمانی که سر چوب اسکی بالا نیادش شما قادر به اسکی کردن نیستی برای همین هم این من نمیدونم چطوری این آقای سانی بانو سنی هم نداشتش در این اتفاق واسش افتاد اومده رفت زد به درخت به چنارم خورده بوده به چنار درست چنار بوده خورده بوده در هر صورت این از این ماجرا و خب پس دیگه ما در مورد این که یک زمانی افراد مسن نباید کار بکنن البته بهتر شده الان خیلی الان کسایی که سنشون بالاتره با جوان ها میتونن ببینید من طرفی نمی کنم ما میادشو خیلی قشنگ آره. هر دفعه میخواد هر به من زنگ بزنه میخواد با من بره قدم بزنه میگم نمیشه آخه بعد تو سن خودت نگاه کن آخه راستی رفتی پیروز هستی بله رفتی قدم زدی بله با اندازه که همیشه با هم میرفتیم نرفتی هنوز منتظریم که تو تصمیم بگیری کی دوباره ما شروع کنیم کفشا رو پاک کنیم البته اشکال الان به این صورت که هوا ساعت 5 تاریک و سرد ولی خب اگه بریم راه بریم علیرضا مسئله ای نیستش اون سرما رو میشه تحمل کرد برای اینکه گرم میکنه میشه ولی باید همینجور جلو دوربین الان از همین الان قول بدی که ما شروع کنیم الان تو این موقعیت 3 مایل در شب راه بریم در روز 3 مایل حداقل 5 روز در هفته 5 روز در هفته الان قول دادی 3 مایل که میشه نزدیک 5 کیلومتر راه بریم تا هوا که روشن‌تر شد رسیدیم به عید نوروز و بعد از اون که روزها بلندتر خواهد بود میریم به زمانی که 5 مایل در روز راه می‌رفتیم 4 تا 5 مایل راه می‌رفتیم و روزهای باور نکردنی و به یاد ماندنی بود 12000 قدم 12 تا 13000 قدم راه می‌رفتیم اینو ما هی سوال می‌کنیم واسه چقدر رفتیم چند قدم دوران بسیار خوبی بود درسته تو قرنطینه بودیم ولی این وحشت الان وجود نداشت نه این وحشت الان وجود نداشت
اوایلش بود و یه چیز جدیدی بود، رابطه همون یه ذره بهتر شد و خیلی جای دیگه. ولی در صورت الان استانهای شمال ایران وضعش خوب نیست، مواظب باشین که خبر میرسه. وضع هوای تهران خوب نیست اصلا، وضع کانادا خوب نیست اصلا، اصلا وضع کانادا خوب نیست. حواستون باشه در آلمان، آلمان کشمس ایرلند اصلا باور نکردنی وضعشون خرابه. دوستانم آقای کاوه داشت صحبتی که در از تورنتو میگفت اینجا حکومت نظامی داره میشه دیگه، کم شد انقدر سخت شده برای ما. آره. در صورت امیدوارم واکسن به زودی بیاد بیرون و بریم موسیقی گوش کنیم با هم دیگه. فیلم دوم فیلم دوم میخوام براتون بگم. فیلم دوم علیرضا یه مقدار در مورد توضیح بده. آهنگ جیمز باند، آهنگ جیمز باند، ایرن فلمینگز، درسته؟ این سازنده یا کسی که درست کرد جیمز باند به وجود آورد، طراح جیمز باند، آره، به وجود آورنده این شخصیت ایرن فلمینگز که بعدها دخترش صاحب کمپانی ایرن فلمینگ شد و اون رو ادامه داد و خیلی بوده که اون همشه بسیار زیادی فیلمی که مترو گولدن مایر رو همچنان روی پا قرار داشتش و نگه داشتش رو با اون آرم معروف و با اون شیر بزرگ. آره، من اون شیره رو نزدیک دیدم ها، تو خدا، آره، باش عکسم گرفتی. آره، شیره رو از نزدیک باش عکس تو رینو. شما رو شیر گرفته بودن رفته اونجا؟ آره، شیر گرفته بودن رفته بودیم اونجا. خب شیر بخوریم، اگه نگرفته شیر رو خورده بتاره. ولی همه فکر میکنن که شان کانری اولین مرد جیمز باند بود، با اولین فیلم بود، اگه گفتی دکتر نو. ولی قبل از اون یک هنرمند دیگری هم مثل دیوید نیون نقش بازی کرده بود. درسته رضا، تو بهتر میدونی. ولی هیچ وقت اونو مطرح نشد. در اصل فیلم‌ها بهتر و بهتر شد و اسپشال افکت ها اومدن باور نکردنی شد. در واقع هنرپیشه‌های جیمز باند رو از شان کانری رسید به راجر مور، از راجر مور رسید به آقای دالتون، آفرین بر تو، بعد از آقای دالتون شد پیرس براسنن و الان هم دنیل کریگ هست. دنیل کریگ خیلی خوبه، ولی من فکر کنم یکی از اونایی که من خیلی دوست داشتم براسنن بود. بله. بعد همینطور شان کانری که قبل شروع کرده بود، راجر مور. این سه نفر عالی بودن برای این نقش، یعنی کلن قیافه و صورت و موهاشون اینا واقعا میخواد به یک مأمور دبیرستان. خوش تیپ. در هفته دیگه نگاهی میکنیم به دکتر جیواگو و دوران عربستان، این رو نگاه میکنیم. بعد میتونیم بریم به فیلم هایی که در دو دهه گذشته بیرون اومده، اونا هم آهنگ های معروفی دارن که بهشون نگاه خواهیم کرد، ولی فیلم های معروف گذشته رو بهشون نگاه کردیم و نگاه میکنیم. دو تا فیلم که گفتی هر دوتا عمر شریف توش بازی میکرده، چون کارگردان عاشق عمر شریف بود. آره، عمر شریف در کجا؟ در دکتر ژیواگو که نقش خیلی بزرگتری داشت. از لارنس آف عربستان، و لارنس آف عربستان هم که پیتر اوتول نقش بزرگی داشت. و انتونی کوین بله، نقش بزرگی داشت. ولی خانومی که در کجا؟ جولی کریستی یک زمانی در غزنی زندگی کرده با پدر مادرش. جدن؟ بله. غزنی واقعا سرزمین خیلی بزرگه، در کنار پای تخت ایران بوده، دوره صفویه، شهر ایران. به خدا شما فقط یک هفته برین وکیشن مسافرت غزنی بمونید، بهتون قول میدم خاطره های زیادی با خودتون خواهید آورد. مطمئنم. اصلا میگنش دمیشت خوش گذشت، ولی یادش بخیر. من گفتی جولی کریستی، این فیلم رو من در کودکی در ایران دیدم و خاطره فراموش شده این داشتم. سینما کاپری من رفتم فیلم دکتر ژیواگو رو نگاه کردم، ساعت مثلا بگید ساعت 10 فیلم شروع شد، سانس آخر یا 11 شروع شد، ساعت 2-3 صبح اومدیم بیرون، برای که یه آنتراک 15 دقیقه میدادن. آره، یه آنتراک مینوشت و میرفتیم بیرون یه چیز میخوردیم و داره برمیگشتیم تو. و خیلی جالب بود آنتراک در ایران.
جالبه. خب فیلم های بلند همیشه داشتن این مسئله رو، حتی تو امریکا نداشتیم. چرا؟ داشتیم در اون زمان. بله اون زمان. بله اون زمان. فیلم بله. مثلا یکی از فیلم هایی که این مسئله آمتراک بود، من اینو تو توی آمریکا دیدم که این کار انجام داده بودن، درست همین کار رو هیتفول ایت رو به تازگی ترنتینو انجام داد، ولی در گذشته مثل فیلمی چگونه غرب تسخیر شد یا اینجور فیلم ها همشون اون آنتراکت رو داشتن، چون فیلم خیلی طولانی بود، برباد رفته. کینگ آف کینگز باز دوباره جزو اونجور فیلم ها بودش، فیلم های خیلی طولانی رو یه آنتراکت وزش بودن که مردم برن خرید کنن، بله. برن ساندویچ بخورن، دستشویی برن، همه حرفا باز داره برگردن. اون ساندویچ کالباس خیلی مزه میداد با پپسی یا کوک. برای بهتون بگم که امریکا الان فیلم های هالیوود، فیلم های خیلی بلند دیگه نمی سازه. درسته. آخریش بود که اسپیلبرگ ساخت، چی بود اسمش عزیزا؟ آخر فیلم اسپیلبرگ؟ نه اسپیلبرگ نه، مزارت میخوام سکورسیزی، مارتین سکورسیزی ساخت و اونم با آیرشمن رابط. من فکر کنم سریاله، نگو فیلم بوده. یه ست نگاه کردم خاموش کردم رفت و خواهده گودم قسمت دوم میشه نگاه میکنم. خیلی تماشا تصاحب کنم. منم همینطور، من تماشا تصاحب کنم. من خیلی دوست داشتم فیلمشو. من دنبال نکردم برای اینکه خیلی طولانی بود و مرد ایرلندی. بله و در اسکار هم یه مقدار جوک در موردش گفتن در صورت. اونم همه حالا بود. برای اسکار سبکری خیلی خوبه بگیم، امسال اسکار 2 ماه عقب افتاد، یعنی افتاده به ماه آوریل، یعنی بعد از نوروز ما افتاده امسال. همیشه تو یک مقدار قبل نوروز انجام میشد، هفته اول فوریه انجام میشد، هفته اول دوم فوریه انجام میشد، ولی این دفعه افتاد به ما تا نزدیک به آخرهای فوریه هم داشتیم. چرا فکر میکنن شاید بتونن با جمعیت انجام بدن؟ نمیدونم با اونو فکر کردن یا نه، من فکر میکنم با اون فکر کنم، من فکر میکنم فیلم ها رو یه مثلا نگاه کنن. چه فیلمی چیز داره الان تا الان فکر میکنید؟ ببین فیلم های که با هم دیگه صحبت کردیم، همون درباره گاو و این مسائل اون فیلم ها هست، ولی خب الان چند تا فیلم پشت سر هم داره میاد بیرون که میخوره به 2021، مثلا فیلم تام هنگس، ولی امکان داره که اینها بیفتن برای اسکار امسال. برای همین هنوز معلوم نیست چی کار خواهند کرد، ولی اسکار به ماه اپریل تبدیل شد و میره در ماه اپریل برای نمایشش. خب این بود در مورد فیلم. در مورد اقتصاد هم یه مقدار بگیم که ایرانی های عزیز ما در ایران منتظر هستن که این تغییرات در کاخ سفید انجام بشه و دلارشون شاید تحریم ها برداشته بشه و اینا، هیچ کنون نمیدونیم اصلا، به این سادگی هم نیستش. نه تو یه هفته دولت ایران از 10,000 تومن رسودش به 15,000 تومن، یعنی گفته بودم میشه 10,000 تومن اگر بشه خودش. خود آقای روحانی الان میشه گفت 15,000 تومن میشه. دلار های خیالی هم قیمتشون میره بالا. میدونی که دلار دست دولته، مقدار زیادش که قیمت دلار دیمت دست دولته، و الان با این اتفاقات که افتاده سر مسئله برقی که در ایران از بین رفت، قطع کرده بودن برق و بعد متوجه شدن به خاطر استخراج بیت کوین بوده و این در همه این مسائل، اینا مسائلی هستش که من باریکلا میگم شما نگاه کنید توی آمریکا، پرزیدنت آمریکا میاد استیزا میشه، توی آمریکا میان کمپانی های مختلف، یوتیوب میاد صفحه پرزیدنت آمریکا رو میبنده، فیسبوک میبنده، توییتر میبنده. شما نگاه کنید چه کمپانی تو ایران همچین اجازه رو داره یا همچین موقعیتی میتونه داشته باشه که همچین کاری بکنه. خودشو میتونه ببنده ولی اونا رو نمیتونه. آره، در دفتر خودش میبنده. آره. اگه بخواد ببنده در دهن خودشو. اینا خیلی مهمه، این فرق اینه. حالا اینجا یه مسئله دیگه هم که خب خیلی هم جوک در مورد ساخته شد که یه جوکی اومد بیرون که بالاخره رئیس کمپانی فایزر اعلام کرد و اعتراف کرد که ما 2 نوع واکسن درست کردیم، یکی برای ایران و یکی برای تمام کشورهای دیگه دنیا.
اونی که ما ایران هستش در داخلش یه دوربین های چهاربعدی کار گذاشتیم که وقتی تزریق میکنن با اون یه ذره مایه دوربین های چهاربعدی یا سه‌بعدی وارد خون بدن ایرانی ها میشه و ما همیشه دنبالشون میکنیم اونها رو که با از پیشرفت های تکنولوژی و کشاورزی و همین ایران هسته بهره ببریم. و این یه جوکی بود که در آوردن، برای که هنوز خیلی از ایرانی ها معتقد، ایرانی ها نه مردم نمیگم، اونها که تصمیم گیرنده معتقد هستن که اینا میخوان با این کار ژن ما رو از بین ببرن. و من فکر میکنم که در اینا خودشون مسئول میدونن که این حرفو میزنن، مردم هم باهوشتر هستن که یکی از دلایل قیمت این آمپول هست. قیمتی هستش که به گفته آقای دکتر کارندیش حرف قشنگی زد، گفت اینا هر کدوم از این آمپول هایی که $30 $36 قیمتشه و به خاطر همین اینا یکی از دلایلش میتونه قیمت باشه. حالا نمیدونم چقدر تازه اگرم بخرم مردم چقدر چارج بکنن در ایران. امیدوارم که چارج نکنن، چون هیچ جای دنیا چارج نمیکنه. ولی امیدوارم چارج نکنن و من فکرم نمیکنم چارج بشه کسی. ولی چیزی که میتونم بگم که امیدوارم از واکسن استفاده کنن که واکسن به درد بخوری باشه. در آخر برنامه من خدافظی میکنم از شما دوستان عزیز. خدا رو شکر که خدافظی کرد.